سلام سلام، من زمانی که دانش ارشد بودم کاری که میکردم مثلا همش گفتن inverse statistical physics، یعنی فیزیک آماری وارون. چرا وارون؟ چون فیزیک آماری رو برعکس انجام میدادیم. یعنی اینکه تو فیزیک آماری ما یاد میگیریم که مثلا اگر یه بلور مشخصی داشته باشیم با این خواصی که داره و اتم ها مثلا این شکلی با هم برهم کنش میکنن، موقع میتونیم یک کمیت های بزرگ مقیاسی رو به کمک ابزار مکانیک آماری به دست بیاریم. مثلا میتونیم بگیم مغناطیس این بلور چی؟ این میشه فیزیک آماری مستقیم. فیزیک آماری برعکس اینورس استاتیستیکال فیزیکس چیه؟ میگه که حالا فرض کنید که من مغناطیس رو میدونم، شما برو برام بلور رو طراحی کن. اون موقع شما با تجربه دونستن این متغیرهای بزرگ مقیاس میرید و مثلا چه پتانسیل ها رو یه جوری طراحی میکنید که در نهایت چیزی از این سیستم خارج میشه که همخونی داشته باشه با انتظار ما از بیرون. این خیلی مسئله معروفیه توی مکانیک آماری، کاربرد جدیدی پیدا کرده و حوزه‌های مختلفش و اصلا توی فیلدی به اسم آمار به میگن inverse problem، یعنی مسئله ای که شما از این طرف موقعی چیزها رو حل کنید. خب این وسط کار من چیکار میکردم توی فوق لیسانس؟ مسئله این بود که من دوست داشتم برهم کنش بین دوتا ژن رو بفهمم. یعنی فرض کردم دوتا ژن مثل دوتا فرض مثل اسپین توی یه آهن رو باهن و اینا هم برهم کنشی داره. من خواستم مقدار برهم کنش رو بفهمم، ولی خب چون که این لاکچری رو نداریم که مثل ادوات الکترونیکی ولتمت بزنیم دو سر ژن ها و ببینیم چقدر اینا دارن با هم برخوردن، ما مجبور بودیم یه چیزی رو، یه داده رو برداریم. اون داده بود داده سطح بیان ژن، جین اکسپرشن لول، و حالا با داشتن این داده ها سعی می‌کردیم بیایم این کاپلینگ ها، این جفت شدگی ها یا برهم کنش بین دو تا ژن رو استفاده کنیم. چرا؟ چون اگر میتونستیم برهم کنش بین دو تا ژن رو داشته باشیم، اون موقع میتونستیم یه چیزی بسازیم به اسم شبکه برهم کنش. خلاصه که من کارم خیلی مربوط بود به این داستان های آمار و دیتا و ماشین لرنینگ یه جورایی، و مهمتر از همه مسئله اینفرنس، مسئله استنباط آماری، که شما داده دارید و از دل داده میخواین یک ساختاری رو بکشید بیرون. واسه همین شروع کم یاد گرفتن این طرف اون طرف. آخرش هم یادم نیست که کسرا علی شاهین کتاب هم معرفی کرد یا خودم، ولی یادمه که توی یه برنامه خیلی خوبه که توی آی پی ام برگزار شد، کسرا دکتر علی شاهی این کتاب رو معرفی کرد و این کتابو یک جورایی یه مزه‌ای از این کتاب به ما چشون. این کتاب اسمش چیه؟ Computer Age Statistical Inference. خیلی این کتاب کتاب عجیب، غریب، خفن، سخت و خوبیه. حالا راجع به تک تک این کلام میگم چیه؟ از بالا شروع کنیم. ببینید نویسنده این کتاب آقای افرون خیلی آدم معروفی، خفن‌ترین جزء قول‌های آماری که از ویژگیش نه، چون خیلی علم جوونی هنوز قول‌هاش زنده. افرون جزء قول‌های آماره و ما آقای هستی هم همینطور. خب اینا خیلی آدم حسابی هستند و میفهمن دارن چی میگن. خب دوتا آدم خیلی قول این کتابو نوشتن و از اسم این کتاب هم شاید مشخص باشه. این یک کتاب اصطلاحاً نان ارتودکسه، یعنی یک کتابیه که خیلی مدرن نوشته شده و ثمره تمام اتفاقات جدید توی علم آماره. برای همین این کتابی نیست که معمولا توی دانشگاه ها درس میدن. منظورم دانشکده آماره، یعنی هنوز این کتاب به این فرمت تا جایی که من میدونم تدریس نمیشه. کتاب جدیده، اونقدر جدید نیست، ولی جاهایی که این کتاب تدریس میشه نشون میده که آدمو خیلی آپدیت و این حرفا هستن. خب تو استنفورد شاید بشه، تو برکلی من نمیدونم، ولی وقتی با دوستایی که آمار میخونم راجع به این کتاب حرف میزنم میگن چقدر جالب، کاش اینو بود ما میدیدی. این کتاب خفنه به خاطر اینکه مطالب توش خفنه. خفن بودن به این معنی که هم خیلی جدید و جالبن، هم این که این یه کتاب گریجویت لیوله، کتابی نیست که دانشجو لیسانس بتونه برداره و راحت بخونه. شما یک پیش زمینه جدی از آمار و ریاضی و علوم کامپیوتر نیاز دارید که این کتاب بفهمید. درست اون پایینش نشته الگوریتم، اویدنس، دیتا، ساینس. این کتاب ریاضی کامپیوتریه، واسه همین خوبه که با یه معلم خوب یا یه دوست خوب که سر در میاره دنبالش کنید. تنهای خوندنش خیلی سخته،
من خودم هم هنوزم که هنوز اصلا راحت باش نیستم، دوستای خیلی باسوادتر و ریاضی دونتر از من هم هنوز باش راحت نیستن، ولی کتابیه که میارزه حداقل بخشایش رو بخونی. حالا قبل از که برم سر مسئله موضوعات این کتاب، یه چیز دیگه هم میخوام بگم راجع به این مسئله. خیلی وقت ما توی اخبار و اتفاقات دور و برمون زیاد میبینیم که ملت همینطور دارن از ماشین لرنینگ و تکنیک ها و این الگوریتم ها استفاده میکنن، حالا هم که بخش زیادشون تبدیل به لایبرری های آماده شده که فقط شما ایمپورت میکنی و استفاده میکنی. اگر مثلا اهل این هستید که بفهمید این کتاب چی میگه، منظورم اینه که دوست دارید که واقعا این کتاب رو دنبال کنید، ثمرش این میشه که دیگه نه تنها بلد میشید از یه چیزا استفاده کنید، میفهمید هم چرا دارید از اون استفاده میکنید، یعنی اینکه چرا این الگوریتم خوبه، چرا مزیت این به اون چیه، و اینقدر به صورت جعب سیاه با اینها برخورد نمیکنید، میفهمید اون پشت ماجرا چه اتفاقاتیه و این خیلی مهمه. خلاصه که اگر اهل فهمیدن مسائل به صورت عمیقید این کتاب خوبه، ولی خب همونطور گفتم کتاب سختی. من امیدوارم که مثلا این بچه‌ها زور بزنن توی شریف، همین دکتر علی شاهی مثلا یه بار بیاد یه کورس خوبی از این ارائه کنه، اینو درس بدن، ضبط بشه. کتاب عالیه، نازک هم نیست. این نسخه‌ای که من دستمه نسخه ویژه دانشجوهاست، برای همینه که یه تعداد خوبی مثال و تمرین داره و یعنی کتاب به درد بخوره. این نسخه‌ای است که همجوریه، فکر کنم تمرین نداره. راجب مطالبش چی؟ این کتاب سه تا فصل داره. فصل اولش میاد یه بحث خیلی مقدماتی میکنه روی مسئله استنباط آماری کلاسیک، راجب اون دو نحله، این چیزای فلسفی توی آمار، اینکه دو تا دسته ما داریم، فریکوئنتیست ها و مثلا بیزین ها، راجب اینا حرف میزنه فصل اولش و بخش اولش. این بخش اولش هم 5 قسمت داره صحبت میکنه. بعد بخش دومش میشه Early Computer Age Methods، شروع میکنه حرف زدن راجبه این که خب حالا بیز به چه دردی میخوره حرفاش برام، و مدلای پیشرفته تر و وارد بوتستراپ میشه. یعنی اونا که افرون رو میشناسن میدونن که از خداوندگار بوتستراپه و جزو کسایی که واقعا این چلنجه بین فریکوئنت و بیزیان رو میفهم. خلاصه که میرسیم به بخش سوم کتاب، اسمش از 21st century topics، و اینجا دیگه راجع به چیزا خیلی خفن حرف میزنم. مثلا راجع به لاسو حرف میزنم که من تو تز ارشدم ازش استفاده کرده بودم، و نورال نتورک، دیپ لرنینگ، رندوم فارست، بوستینگ و این حرفا. این کتاب خیلی کتاب به درد بخور و عمیقیه. امیدوارم که در علاقه کسی کارش مربوطه اینو دستش بگیره. اگر قرار باشه کسایی که رشتهشون خارج از آمار فقط یه کتاب بخونند، به نظرم خیلی خوش شانس خواهند بود اگه بتونن این کتاب رو با یه معلم خوب یا دوست خوب بخونن. خوب و خوش باشید.